جنگ گورکا بر سر خوراندن زهر اتمی به ولی فقیه ارتجا و فضیحت مکالمه آخوند روحانی با اوباما همچنان بالا می گیرد. مشاور آخوند روحانی که در سفر به نیویورک همراه او بوده، در اظهارات خود در تلویزیون رژیم بحران فزاینده رأس حاکمیت آخوندی بر سر زهر خوردن اتمی و فضیحت دروغگویی در مورد مکالمه تلفنی با اوباما و همچنین غیظ رئیس جمهور ارتجا را از تلویزیون رژیم در این باره برملا کرد. لحنها مثبت به معنی قش و ضعف رفتن که نیستش، که مثبت در این تعبیری که ما میکنیم یعنی نمنفی، یعنی خونسا، نه مثبت به این معنا که گفتن عجب ما اشتباه کردیم، چقدر خوب شما فوراً ما تحریم‌ها رو باید ورداریم. همونطور که برای غربی‌ها هم تغییر در لحن ما اونقدر مهم نیست که تغییر در رفتار مهمه. ما به اعتماد متقابل هنوز نرسیدیم، طرفین به هم اعتماد متقابل ندارن. برای امریکایی‌ها گزینه نظامی برای همه موضوعات روابط خارجیشون به طور بالقوه روی میزه، چون خیلی به زور عادت کردن، چون برخی ها در امریکا خیلی تصورشون این هستش که با نظامیگری میشه مشکلات دنیا رو حل کرد. اولا من لازم است تذکری به صدا و سیما بدم در این مورد که در اخبار اون شب اول صحبتهای خانم سوزان رایس رو پخش کرد و بعد صحبتهای آقای روحانی رو، که به نظر من صدا و سیما باید عذرخواهی کنه از این حرکت زشتی که انجام داد. دوم، تقاضای ملاقات، تقاضای تلفن، اینها همش جنبه شکلی داره و متاسفانه دوستان ما به دام یک تله افتادند که کسی طراحی کرد و متاسفانه جواب گرفت. این جنبه های شکلی رو اگه شما بخواید بپردازید، موضوع دیپلماسی پنهان یه دنیاست. کی گفت، کی کرد، کی رفت، کی نشست، خیلی اتفاق میفته. آخوند حسن روحانی در واکنشی ذلیلانه نسبت به پرتاب کفش به وی در فرودگاه از سوی عوامل خامنه‌ای خواستار اخم کردن با آنها شد. دولت دلش نمیخواد در این زمینه شبهه‌ای داشته باشه، برای اینکه حالا یه عده‌ای در برابر رئیس جمهور یک کاری کردن خلاف اخلاق، از اینجا شروع بکنه. برحال گروه های خودسر خیلی جاهای دیگه خودشون نشون میدن، بد اخلاقی هاشون نشون میدن. اولا من خواهش من اینه که این بد اخلاقی ها کنار گذاشته بشه، اصلا نیازی نباشه که دولت برخورد کنه، دستگاه قضایی برخورد کنه، دستگاه اطلاعاتی برخورد کنه. ما وقتی اولین نهی از منکر اینه که آدم به یه آدمی که کار بد میکنه وقتی میرسه اخم کنه، رو ترش کنه، این اولین قدم نهی از منکره. اگر ملت ما در اولین قدم نسبت به تندروها رو ترش کنن به وجوه مکفهره، این قدم بسیار مهمیه. قدم بعدی نصیحت کردن، صحبت کردن، اگر زمانی هم نیاز بود، لازم بود، دستگاه های امنیتی، دستگاه های قضایی، اونا وارد عمل میشن. جعفر شجونی از آخوندهای باند خامنه ای تلاش های آخوند روحانی برای ارتباط با آمریکا را خمینی فروشی خواند و او را به سرنگونی دولتش تهدید کرد. آخوند شجونی گفت هزینه شکست ما در این مذاکرات بسیار زیاد است. در این صورت ملت دولت را واژگون می کند و در بعد بین المللی هم حیثیت من برباد فنا خواهد رفت. این کار امام فروشی است. به افزود فعلا در مصاحبه ها جز رعایت احترام کاری نمی کنیم تا بعد. الان بعضی جوان ها به ما مراجعه می کنند که به دولت بدبین هستند. به آنها می گویم حالا صبر کنید، اول کار آن است. همزمان آخوند مصلحی وزیر سابق اطلاعات بدنام رژیم آخوندی گشایش از جانب رژیم به سوی آمریکا را سیلی به نظام توصیف کرد و گفت ارزیابی رفتار آمریکا نشان می‌دهد که حتی اگر آمریکا آغوش خود را برای ایران بگشاید، هدفش از این آغوش باز سیلی زدن به این نظام است. اگر با دید منطقی به سخن اوباما که ما قصد براندازی نظام ایران را نداریم نگاه شود، بیانگر این است که در مفهوم این سخن قصد براندازی نهفته است.
آخوند مصلحی به ماهیت ارتجایی رژیم که متعلق به دوران معاصر نیست اذعان کرد و گفت این نظام و حرکت آن با هیچ یک از معادلات جهانی همخوانی ندارد. از سوی دیگر ارگان ولی فقیه ارتجا با عنوان دست چدنی که دیده نشد نوشت اوباما که در سخنرانی سازمان ملل خود مدعی شده بود آمریکا به دنبال براندازی جمهوری اسلامی نیست، تنها 3 روز پس از گفتگوی تلفنی با روحانی تهدید نظامی علیه جمهوری اسلامی را تکرار کرد. تهدید ایران به حمله نظامی از سوی اوباما در حالی است که طی روزهای اخیر برخی جریان‌های سیاسی تلاش داشتند فضا را کاملا مثبت جلوه دهند. رهبر پیش از این درباره ادعای اوباما فرموده بودند باید مراقب بود، دستی چدنی زیر دستکش مخملی پنهان شده بود. آخوند صادق لاریجانی سردشکم قضاییه دیکتاتوری آخوندی وحشت رژیم را از تکرار قیام‌های مردمی برملا کرد و گفت جایی برای فتنه مطلقاً باز نیست. فتنگران بدونن فضا برای فتنگری مطلقا باز نیست و قوه قضایی مقتدرتر از سابق و مقتدرتر از برخورد با جریان فتنه 88 ایستاده و اگر این فتنگرها بخوان قدم جلو بگذارن و از سنخ فتنه 88 و یا مثل او را به نحو دیگری با تحرکاتشون شروع کنن بدونن برخورد قضایی قطعی است.